شاهی مدیر مرکز مطالعات اسلام سیاسی دانشگاه برادفورد از لیدز با مساق شاهی از این برداشت روسیه، از این تصمیم روسیه چه برداشتی میشه کرد؟ ببینید، به استنباط من این یک تغییر تاکتیکی، یک تغییر استراتژیک در سیاست‌های مسکو در سوریه نیست، صرفاً یک تغییر تاکتیکی است. از همون روزهای اول که این ناو هواپیمابر وارد مدیترانه شد، خیلی از کارشناسان نظامی یک بحث داغی را آغاز کرده بودند که آیا این سیاست مسکو قرار یک بار نظامی داشته باشه یا اینکه صرفاً یک قدرت نمایی سیمبولیک است. به استنباط شخصی من، در واقع این ناو هواپیمابر آنچنان بار نظامی نداشت و صرفاً یک، در واقع یک سیاست نمادین و سیمبولیک بود و موفقیت‌های اخیر روسیه و متحدینش در سوریه لزوماً ارتباط چندانی به این ناو هواپیماور نداشت. ولی فکر میکنید که این موضعی که الان روسیه داره همچنان دوام پیدا خواهد کرد و آیا موفقیت هایی رو که دولت روسیه بهش اشاره کرده از طرف دولت سوریه دوامدار خواهد بود؟ ببینید، پیشبینی در مورد وضعیت سوریه در 6 سال گذشته بسیار سخت بوده، اما اگر ما به شرایط میدانی کشور نگاه بکنیم، ما به شرایط میدانی این کارزار داخلی نگاه بکنیم، میبینیم بالاخره بعد از 4 سال اسد و متحدینش به شکلی یک دست بالاتر نظامی دارن. این اتفاق، این نقطه عطف به شکلی میتونه این، در واقع، آتش بستی رو که روسیه یکی از معماران اصلیش بوده رو به شکلی مقاومتر بکنه. و به نظر من همین اندازه که روسیه اشاره کرده که میخواد، در واقع، این موقعیت نظامیش رو، حضور نظامیش رو در سوریه کاهش بده، به همون اندازه هم ما میبینیم که مسکو داره اهمیت سیاسی و حضور سیاسی و نقش سیاسیش رو در سوریه بیشتر میکنه. و اگر که این آتش بست که ما در 7-8 روز گذشته شاهدش بودیم مقاومت پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه و اون طرح صلحی رو که روسیه، اون مذاکراتی رو که روسیه یکی از معماران اصلیش هست که قرار 3 هفته دیگه آغاز بشه، به یک سرانجام واقعی برسه، به یک فرجام ضروری برسه، این یکی از موفق‌ترین، یکی از، در واقع، مهمترین دستاوردهای سیاسی روسیه در خاورمیانه خواهد بود در چند سال گذشته. متشکرم افشین شاهی، مدیر مرکز مطالعات اسلام سیاسی دانشگاه برادفورد از لیدز.